یک سفر فضایی که اتفاقات ناخوشایندی رو رقم میزنه. گلاسیا سلام، امروز منیم با هم دیگه قسمت 3 فصل 6 سریال بلک میرور به اسم بیاند سی یا فراتر از دریاها رو ببینیم. همونطور که قبلا هم گفتم هر قسمت بلک میرور که داستان کاملا جداست و نیاز نیست بقیه‌اشو ببینید، اما اگه دوستش میتونه اینجا تماشا کنید. نکته خفن این قسمت هم اینه که آرون پال یا همون جسی پینکمن سریال بریکینگ بد توش بازی کرده که خیلی خوبم نقش رو ایفا میکنه. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم مردی به اسم دیوید رو میبینیم که کنار خانواده‌اش و خیلی هم خوشحالن و هم همسرش هم بچه‌اش از زندگیشون کاملا راضین. رفتار اعضای خانواده با هم خوبه، دیوید و بچه‌هاش وقتا نقاشی میکشه، با هم به تفریح میپردازن و خلاصه که همه چیز خوبه. شخصیت دوم فیلم اسمش کلیفه. اونم یه زن و بچه داره و توی خونه خیلی دور از شهر زندگی میکنن و کلیف بیشتر وقتشو به تنهایی میگذرونه. زیاد به خانواده‌اش اهمیتی نمیده، دوستشون داره ولی اینطوری نیست که احساسشو بهشون نشون بده. برمیگردیم پیش دیوید. با خانواده‌اش سینمایی رفتم و سال 1969 هم هستش. وقتی از سینما بیرون میاد یه دختر پسر میاد سمتش و باش دست میدن و خیلی با کنجکاوی میگن که تو واقعا شبیه آدمای خوبی و خیلی با چیزی که فهم کردیم فرق داری. دیوید هم میخواد باشون حرف بزنه اما همسرش حوصله نداره، میگه بیا بریم، نمیخوام اینجا بمونی. برمیگردم به خونه. دیوید و همسرش دارن با هم میرقصن که یه رفعه ساعت عجیبی رو دست دیوید صدا میده و میگه باید برم، یه اتفاقی افتاده. بعد میره روی تختی که شبیه تکنولوژی خیلی جدیده دراز میکشه و لحظاتی بعد چشماشو باز میکنه، میبینیم توی فینه فضاییه. طرف دیگه اش هم کلیف رو میبینیم که همینجا به وش اومده و حالا متوجه داستان میشیم. دیوید و کلیف در اصل توی یه سفینه هستن و یه ماموریت فضایی دارن و خودشون هم فضا نوردن. منتها به خاطر اینکه یه موقع احساس تنهایی نکنن تکنولوژی ساخته شده که یه بدل از خودشون روی زمین ساختن و پیش خانواده هاشون موندن. وقتی تو سفینه کاری ندارن میرن روی تخت عجیبشون دراز میکشن و لحظاتی بعد کنار خانواده شون چش باز میکنن. هر موقعی هم که سفینه مشکلی داشته باشه ساعتشون زنگ میخوره و توی سفینه به وش میاد. الانم همین اتفاق افتاده و مجبور که برن از بیرون سفینه چیزی رو درست بکنن. کلیف بعد پوشیدن لباسش از سفینه خارج میشه، دیوید هم پشت کامپیوتر نشسته و همه چی رو کنترل میکنه و مشکل رو حلش میکنه. وقتی کلیف برمیگرده داخل شروع به صحبت با هم دیگه میکنن و از خانواده‌هاشون حرف میزنن که در چه حالن و چه اتفاقاتی افتاده. هر دوشون هم از زندگیشون راضین و هیچ مشکلی ندارن. برام که مطمئن میشن کار سفینه حل شده دوباره به تختاشون برمیگردن و توی ربات که کنار خانواده‌هاشون چش باز میکنن. شب شده و دیوید داره کنار همسرش میخوابه که صدای طبقه پایین بیدارش میکنه. بارو میره و چوبی رو برمی‌داره. وقتی به طبقه پایین میرسه خیلی میترسه. چند تا دختر و پسر اومدن اینجا که خیلی هم قیافه‌هاشون ترسناک و عجیب غریبه و میان سمت دیوید. بهش میگن این تکنولوژی که ساختید و تو خودت توی ربات داری بیدار میکنی برخلاف طبیعته. یه کاریه که داره به اصول انسان صدمه میزنه. تو نباید هیچ‌وقت همچین کاری رو انجام میدادی. بعدم این دختر پسرای روانی که خیلی هم فاز مذهبی بودن دارن ضربه‌ای به سر دیوید میزنن و بیهوشش میکنن. دیوید توی واقعیت و سفینه چشم باز میکنه و خیلی ترسیده و دوباره دستگاه خودش رو وصل میکنه. و وقتی به زمین میاد میبینه که به جای بستنش روبروش همسر و بچه‌هاشو بستن و بالا سرشون وایسادن. همسرش داره التماس میکنه و میگه به خدا ما اصلا به این تکنولوژی و ربات و اینا کاری نداریم، ما رو ببخشید، ولی اونا هیچ رحمی ندارن. جلوی چشمای دیوید به شکل وحشیانه جون خانواده‌اش رو میگیرن. بعدن میان سمت خودش و رباتش رو آتیش میزنن و تمام ارتباطات دیوید با زمین کاملا قطع میشه. میایم پیش کلیف، اونم توی خونه‌شون خوابیده که بهش زنگ میزنن و این خبر رو میدن و خیلی ناراحت میشه. سری به همسرش هم میگه چه اتفاقی افتاده برای دوستش و با ناراحتی برمیگره به سفینه تا با دیوید صحبت کنه. دیوید رو میبینیم که یه گوشه نشسته و فقط زار میزنه. افسرده شده و دیگه هیچ چیزی براش مهم نیست و اصلا هیچ چیزی هم خوشحالش نمیکنه. کلیف چند بار دیگه هم به زمین برمیگره و خبرهایی رو میخونه که اون اعضایی که همچین بلایی رو سر دیوید و خانواده‌اش آوردن خودشون رو به راحتی به پلیس معرفی کردن و گفتن از کارمون پشیمون نیستیم. مراسم خاکسپاری خانواده دیوید هم ضبط میکنه و فیلمش رو براش میاره. هر روز که میگذره افسردگی دیوید بیشتر میشه و خودش رو فقط توی کار غرق میکنه. کلیف هم همچنان هی به زمین برمیگره و به همسرش میگه حال دیوید چطوره و ازش کمک میخواد، چون ممکنه که این افسردگی دیوید به ماموریتشون هم آسیب بزنه و رفی باعث از بین رفتن جفتشون بشه. یه چیز دیگه هم متوجه میشیم. دلیل اینکه کلیف خانواده‌اش رو آورده به اطراف شهر اینه که نمیخواسته توی همچین اتفاقاتی قرار بگیره، چون میدونسته ممکنه که یه سری ضد این ربات ساختنه بشن و یه موقع به خانواده‌اش آسیب بزنن. همین وسط صحبت‌های کلیفه که یه رفی اختاری از سفینه میاد و به خودش تو سفینه برمیگرده. با نگرانی می دو طرف اختار متوجه میشه که
دیوید توی دریچه ورودی سفینه وایسته و داره بازش میکنه. میخواد بدون لباس بره اونجا و جون خودش رو اینطوری بگیره. با هر زحمتی که هست موفق میشه سفینه رو متوقف کنه و دیوید رو نجاتش بده. این بار که به زمین برمیگره به همسرش میگه حس میکنم دیوید نیاز داره با زمین در ارتباط باشه تا از این افسردگی شکم بیرون بیاد. همسرش میپرسه چرا یه ربات دیگه براش رو زمین نمیسازید و کلیف هم میگه که نمیشه چون باید خودش روی زمین باشه. حالا یه پیشنهاد دیگه میده. میگه که بدن خودتو به دیوید قرض بده تا 1 ساعت 2 ساعت روی زمین بمونه و یکم با ماهار صحبت بکنه. اینطوری شاید حالش بهتر بشه. و کلیف هم پیشنهاد خوشش میاد و قبول میکنه. برمیگره به سفینه و این خبر رو به دیوید میده و اونم خیلی خوشحال میشه و ازش تشکر میکنه که حاضر همچین کاری رو براش انجام بده. خیلی زودم طرف تخت کلیف میره، دستگاه اونو قرار میده و وارد زمین میشه. با آروم میاد طرف همسرش و ازش تشکر میکنه بابت این شانسی که بهش دادن و دوتایی راه میرن و یکم صحبت میکنن. وسط حرفشونه که دیوید یه رفعه میزنه زیر گریه و فقط فریاد میکشه. همسر کلیف هم اونو بغلش میکنه و یکم دلداریش میده. لحظاتی بعد دیوید توی واقعیت به هوش میاد. دوباره کلیف تشکر میکنه و میگه واقعا حالم بهتر شد و ممنون به خاطر این کاری که کردی. یکم از خونش تعریف میکنه و میگه خیلی جای قشنگیه. کلیف دوباره به زمین برمیگره و همسرش میپرسه چی شد، چطور بود و اونم میگه که هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. هیچ اشاره‌ای هم به اینکه دیوید زره زیر گریه نمیکنه. کلیف چند روز بعدی روی زمین میگذره و وقتی به سفینه برمیگرده میبینه دیوید خیلی حالش بهتر و به همه کارها رسیدگی کرده. یه عالمه نقاشی هم از تمام خونه کلیف کشیده و انگاری همه چی رو کاملا به یاد داره. یکم برای کلیف عجیبه چون کلا 1 ساعت روی زمین بوده ولی خب زیاد توجهی نمیکنه. دیوید میگه که اگه اجازه بدی من دوست دارم که هر هفته هر 2 هفته یه بار یکم روی زمین باشم و میتونم یه کمکی هم بهت بکنم. میتونم خونت رو رنگ بکنم که خیلی به نظرم قشنگتر میشه. کلیف هم خب برای کمک به دوستش و از اون طرف هم قشنگتر شدن خونش این پیشنهاد رو قبول میکنه. همسرش هم خب باخبره و با این قضیه مشکلی نداره. دیگه دیوید هر از چندگاهی 1 ساعت میره روی زمین، نقاشی برای خودش میکشه، دیوارها رو رنگ میکنه و همه هم قضیه راضیان. منتها یه اتفاقی هم داره میفته. خب گفته بودیم که کلیف با خانواده‌اش سرد و باهاشون صحبت نمیکنه. دیوید دقیقاً برخلاف اونه و برای همین هم پسرش هم همسر کلیف خیلی از وقتی که دیوید میاد روی زمین راضیان و باهاش صحبت میکنن، وقت میگذرونن یا حتی یه بار وقتی دیوید داره نقاشی میکنه همسر کلیف میاد اونجا و دست همدیگه رو میگیرن. اما یه دفعه همسر کلیف به خودش میاد و فاصله میگیره و از اونجا میره. البته که کلیف همه چیز بیخبر و میبینیم که دیوید وقتی که توی سفینه هستش هم نقاشیای از همسر کلیف میکشه و همه فکرش دیگه اونجاست. مشخص عاشقش شده. یه بار دیگه هم که دیوید روی زمینه دوباره با همسر کلیف شروع به صحبت میکنه و حتی با همدیگه میرقصن. دیگه اون حس میکنه که خیلی داره دیوید نزدیکش میشه و یه دفعه باش دعوا میکنه و از اونجا میره. دفعه بعد که کلیف میاد روی زمین از همسرش میپرسه چی شده، چرا انقدر ناراحتی و اونم میگه که من نمیخوام دیگه با دیوید صحبت کنم و به زمین بیادش. کلیف هم دلیلش رو میپرسه و اونم میگه هیچی، فقط با پسرمون بدرفتاری کرده و خوشم نمیاد. برای همینم هم کلیف زیاد قضیه رو جدی نمیگیره و میگه نه یکم دیگه باید تحمل بکنه چون خیلی حال دیوید داره تو سفینه بهتر میشه. همسرش هم به اجبار قبول میکنه و همچنان دیوید بارها به زمین میادش ولی خب رفتارش با همسر کلیف بدتر شده و دیگه با هم زیاد صحبت نمیکنن. یه بار وسط همین اتفاقا کلیف داره توی سفینه میگره که متوجه نقاشیهایی میشه که دیوید از همسرش کشیده بوده. با عصبانیت میره و ساعت دیوید رو فشار میده که مجبور میشه برگرده به سفینه. وقتی میاد باهاش دعوایی راه میندازه و میگه چرا از همسرم نقاشی کشیدی و حالا میفهمم که بهش حس پیدا کردی. حالا میفهمم چرا اون نمیخواسته به زمین برگردی. هی دیوید رو محکوم میکنه که تو با همسرم رابطه داشتی و به من خیانت کردی و اونم میگه که نه من هیچ کاری نکردم. تو فقط به خوشحالی همسرت و خانواده‌ات اهمیت نمیدادی ولی من میدادم چون به عنوان یه انسان برام مهم بودم. کلیف که عصبانی تر شده داد میزنه دیگه حق نداری از بدن من توی زمین استفاده کنی و حالا خودش تنهایی برمیگره تا با همسرش دعوا راه بندازه. به اونم میگه که تو با دیوید رابطه داشتی و همسرش توضیح میده که همچین اتفاقی اصلا نیفتاده. کلیف میگه که ولی دیوید کلی ازت نقاشی کشیده بود و اونم میگه که به خدا اصلا من هیچ ربطی نداره. ولی آره یه وقتایی میشد که حس میکردم دوست دارم دیوید بهم نزدیکتر بشه چون اون کاملا شبیه تو بود، توی بدن تو بودش. من دوست داشتم که تو با هم اونطوری رفتار بکنی و این خیلی ناراحتم میکرد که همچین رفتاری با هم میشه ولی اون طرف تو واقعی نیستی. کلیف خیلی ناراحت میشه و بعدش معذرت خواهی میکنه و قول میده که این بعد بیشتر بهش اهمیت بده و برای خوشحالیش وقت بذاره. چند روز بعد کلیف دوباره به سفینه برمیگره و با دیوید بالاخره صحبت میکنن. دیوید دوباره معذرت خواهی میکنه و میگه فقط ازت میخوام یه بار دیگه بذاری برم رو زمین چون حس میکنم همسرت هم ازم ناراحته، میخوام به اونم بگم که منو ببخشه. اما کلیف میگه نه دیگه حق نداره بیای اونجا و اصلا همچین اجازه بهت نمیدم. دیوید هم خب مشخصه خیلی ناراحت شده و حتی اشک هم میریزه. چند روز بعد دوباره کلیف برگشته رو زمین که میبینیم دیوید میره بالا سرش و ساعت اونو فشار میده چون اتفاقی توی سفینه افتاده. کلیف هم نگران میشه و خیلی زود برمیگرده. دیوید میگه دوباره قسمتی از سفینه نشتی گاز گرفت و باید بری درستش کنی. کلیف هم اول باور نمیکنه ولی خب وقتی که حس میکنه همه چیز جدیه سعی لباس میپوشه و از اونجا خارج میشه. اما هرچی میگرده نشتی گازو پیدا نمیکنه و بعد مدتی به سفینه برمیگرده. وقتی که
میاد و دیوید رو میبینه، حس میکنه یه اتفاقی افتاده، برای همین هم سری میده روی تختش و برمیگرده به زمین. اینجاست که از وحشت خوشکش میزنه، دستا و تمام بدنش خونیان، اپله ها میره پایین و میبینه که همسر و پسرش هم جونشون رو از دست دادن. با حالی داغون و ناامید برمیگرده به سفینه و میره طرف دیوید که روی صندلی نشسته و نگاهش میکنه، بهش میگه چرا، فقط بگو چرا با من این کارو کردی، و دیوید هم میگه به دنیای من خوش اومدی. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. دیگه تقریبا اکثر قسمت های بلک میرور رو تو کانال قرار دادم، یه سریاش مونده که دیالوگ محورن، چیزی نیست پیش خلاصه خوبی ازشون در آورد، باید حتما اونا رو خودتون تماشا بکنید. این قسمت هم خیلی خوب میاد یه نگاه جدید رو به فیلم های فضایی نشون میده. ما عموما توی فیلم های علمی تخیلی که در مورد سفر به فضا هن، یا در مورد سیاه چاله ها و این چیزها میبینیم، یا در مورد موجودات فضایی و فیلم های ترسناک هستن، اما خیلی کم به این نگاه میشه که فضا نوردها چقدر توی فضا تنها هن و چقدر میتونه بهشون فشارهای زیادی بیاره. یه کسی مثل دیوید رو میبینیم که چطوری اونجاست و همه چی روی زمین از دست میده و در آخر به یه آدم روانی هم تبدیل میشه و همچین کاری با کلیف میکنه. خیلی هم جالبه که شخصیت بد ما، ویلین فیلم ما، از کسی ساخته میشه که یه آدم خیلی خونگرم و اجتماعی، برخلاف کلیف. ما از همون اول فکر میکنیم کلیف که گوشه‌گیر خانواده‌اش یه جای پرت برده، امکان داره همچین کارهای وحشیانه‌ای رو انجام بده، اما ما داریم سیر تغییر یه آدم رو بعد از مشاهده یه خشونت وحشتناک میبینیم، یه سیر تغییری که ممکنه آدم رو به بدترین شخص ممکن تبدیل بکنه که هیچ چیزی دیگه تو دلش نمیمونه، هیچ رحمی نداره و فقط میخواد انتقام بگیره یا دیگران رو شبیه خودش بکنه. بر همینم دست به خیلی کارهای وحشیانه ممکنه بزنه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. پیشنهادتون رو با هشتگ پیشنهادی بنویسید، من اینطوری پیداشون میکنم. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتونم گلسیه.